دوستان سلام، بینندگان عزیز سلام، باز هم خبر و باز هم کامنت. بابک از زمین شروع کنیم، از هوا شروع کنیم، از دریا شروع کنیم؟ اگه راجع به آخونداس فرق نمیکنه، از هر جا شروع کنی تو بحرانه. پس بریم دریا. بله بریم دریا. برنامه‌ای دیگه دارن به همین بسنده میکنیم. انشالله شناورای پیمان ما رو هم انشالله میرید میبینید. شهید دودکی در اینجا، شهید مهدوی در لنگرگاه و انشالله در آینده هواپیمان بر رو شما انشالله میبینید. هواپیمان بری که در آسیا وجود ندارد، تو دنیا وجود ندارد. چرا؟ چرا؟ هم هواپیمان داره، هم تعداد موشک‌انداز تو خودش هم میکنه. برنامه کودک بود؟ بابا برنامه کودک چه، طرف سرکرده نیروی دریایی سپاه، میگه ناو هواپیما بر درست کردن، موشک انداز بار زدن. بعد نه، من اگه این یارو نره قلو نمیدم میگم برنامه کودک بابا. دست میزنن دست میزنن شادی کرده. ببین اطلاع این پاسدار تنگسیری دیده که تجربه موفق مستعان زیر موفق مستعان خط میکشم، تو چشم چشمی افتاده با پاسدار سلامی، رفته پیش رفیقش، چون رفیقش هم مثل خودش میگن آدم میخواد بشناسی از رفیقش بشناس. رفیقش هم پاسدار نقدی، گفته پاسدار نقدی ما چی درست کنیم که تو دست سلامی باشه؟ گفته زیر دریایی. گفته چه شکلیه؟ گفته مثل لگن. گفته کاری نداره میریم میسازیم. همین درست. همین درست. حالا اگه وقت داریم من یه مختصر درس جانورشناسی بدم، خیلی فشرده. ببین در تیره جانورشناسی که میای بالاتر یه گرایشی از تخصصی هست به نام تیره پاسدارسانان. اینا همه درندن، درنده ترین تیره روی زمین الان اینان. اینا به لحاظ شکل و شمایل تفاوت‌هایی دارن، اما به لحاظ ژنتیک عین گوسفند شبیه سازی شده میمونن. دور از جون گوسفند، دور از جون همه گوسفندها، حتی شبیه سازی شده. هیچ به لحاظ فهم و شعور با هم فرقی ندارن، یعنی همه‌شون بهره ای از فهم و شعور نبردن و بسیار هیستریک و دیوانوار عاشق دوربین و میکروفونن. مثل همین که دیدی حالا یک کویز ازت میگیرن، یعنی یک امتحان فوری. با این تعریفی که گفتم با شعورترین پاسدار کیه؟ نداریم دیگه، با این نکاتی که تو گفتی نداریم. داریم ردی. ببین با شعورترین پاسدار پاسداریه که صحبت نکرده هنوز، چون تا موقعی که صحبت نکرده آدم میگه شاید ذراتی اپسیلونی از فهم و شعور از کنار این رد شده باشه. وقتی که صحبت میکنه میفهمی که مثل بقیه کاملا از این خالی از فهم و شعور و عین جن و بسم الله است. به یقین میرسه، به یقین میرسه، به خب یقین میرسونه. حالا که صحبت از جانورشناسی شد و این بحثا و این قمپوزهای دریایی خامنه ای و این پاسدار تنگسیری رو با هم دیدیم، یه سری بزنیم به استبل ولایت. بله بله. و ببینیم یکی از این آخوندها چه کامنتی داده به همین هارت و پورت های تبلیغاتی پاسدار تنگسیری. تو یا ما رو تو قطار پیشرفت سوار میکنی یا توی مجلس. آره ببینیم با همینو. زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، ما این که امنیت رو در منطقه برقرار کردیم، در آبهای بین المللی، در کف خیابون ها نیروهای ما اینجوری مظلومانه دست و باش در موقعیت های مختلف به شهادت برسن. یعنی ببین اونقدر حجم خالی بندی زیاد بوده که داد این عضو مجلس ارتجاع هم در آورده. طرف میگه بابا ول کن ناو هواپیما بر، موشک انداز، آبهای بین المللی، کف خیابون دارن ما رو لتو پار میکنن، رفتی داری تو آبهای بین المللی امنیت ایجاد میکنی، هواپیما بر میبری و چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام، نخواستی موشک انداز بیا تو خیابون نذار ما رو لتو پار کنن، جرئت نمیکنیم راه بریم تو خیابون. این قطار پیشرفت رئیسی دوباره به تعداد وزرای کابینش کابین داره. امروز میخوام بریم تو کابین وزارت کارش که کابین شلوغی هم هست، وزیراش رفت آمد میکنه، یکی بله. میندازن بیرون یکی میاد. دقیقاً. حالا این وزیر مفخور کارش ببین چه نسخه‌ای میپیچه برای کارگرا. خودت کارگری کردی؟ من اصلا کارگرزاده ام، هر کاری من بیل بده دست من، دست دیگرانم بده، کلنگ بده، داست بده تا بریم درو بکنیم با هم دیگه. من بعضی وقتا دوران نوجوانی و جوانی وقتی که میرفتیم درو این تاولای دستم بالا می متورم می شدن و چی بود؟ بله بس درد کارگر می ده. حتما درد کارگر. با این حقوق کارگری هم میشه زندگی کرد؟ واقعا سخته، اما با قناعت میشه ساخت.
میگه با قناعت میشه ساخت. خب این آخه فقط حرف وزیر کار اینا نیست که تمام کارگزار رژیم از خود خامنه ای حرفشون اینه، به مردم که میرسه قناعت کن، ساده زندگی کن، سفرت کوچیک کن، اصلا جمع کن، میگه کی از نخوردن مرده. ولی به خودشون که میرسه پول چایشون شاسی بلنده، میخوان واسه هم دیگه خرج کنن، شاسی بلند به هم دیگه میدن. به مردم که میرسه نخورید. اصلا همون داستانی که گندش در اومده که آقا این وزیر سمت بله بله شاسی بلند داده به نماینده ها که استیضاحش نکنن، حالا ببینید که کار به کجا رسیده. بعد ببین این عباسی که یکی از اعضای مجلس آخونداست درباره همین شاسی بلند چی گفته؟ گفته گدابازی در نیارید، شاسی بلند مگه چنده؟ بله کافر همه رو به کیش خود پندارد. برای کسی که میلیارد میلیارد میخوره 600-700 میلیون و 1 میلیارد پولی نیست که، راست میگید نباید گدابازی در آورد. ولی باید به این جانور گفتش که همین پولی که گدابازیه معادل 7 حقوق سالانه 7-8 کارگره. اینو گوشه ذهن داشته باش، بعدن تو دادگاه با هم اینو سف سف میکنه. اما ببین همین داستان شاسی بلندم خودش توش کلی پیچ هست. ببینید از این حالا بگذاریم مهران، این که گفت به نماینده ها شاسی بلند دادن تو رژیم اینطوریه، اینا هم برگشتن گفتن خب به نهاد ریاست جمهوری هم شاسی بلند دادن. همینجوری میگن همین شاسی میگی، همین شاسی ویلاها رو چی میگی، اون زمینه رو چی میگی، یعنی کلاف باز شده. نه همینه، من الان کلی پیش داره. ببین این یکی از اعضای مجلس رژیم میگه تلفن اون شرکت فروش خودرو رو پیدا کرده، بله. بعد رفته زنگ زده به همون شرکت فروش خودروی شاسی بلند، بعد ببین چی جوابشو دادن. تلفن رو دادن دستشون، ازشون سوال کردم خانم شما فلان خانم هستید، پدرتون اسمش اینه، مادرتون اسمش اینه، کد ملی شما اینه، شما آیا خودرو شاسی بلند فروختید؟ اون خانم برگشت گفت کاکو چی میگی، صدای مرغ و خروس و بر رو اینا میمد. خب بالاخره مجلس شرکته اصلا انگار وجود نداشته، خارجی نداره شرکته، مرغ و خروس و کاکو. ببین اینا تو درگیری های خودشون کلکای هم میگن میدونن، این دفعه دیگه ردن هم رفتن پاک کردن، یعنی صحنه رو طوری چیدن. بعد این افکت مرغ و خروس جالب بود، یعنی همین که میگفت اون خانومه نمیدونست کافی بود، یه مرغ و خروس هم وارد کرده که دیگه مولا درزش نره. خانومه تو شاسی بلند نشسته، مرغ و خروس هم بغلش گوشه برمیده. اما بحث کار و کارگر و نسخه پیچیدن آخونده برای کارگرها شد، خوبه چند جمله هم از خمینی ملعون درباره کار و کارگر ببینیم. مثلا نظرش چی بوده اصلا در مورد کار و مقوله کار و کارگر؟ کارگرها هم کارند، از کار پیدا شدند. ذرات موجودات در عالم، در عالم طبیعت فعال هستند برای ایجاد همه موجوداتی که در این عالم است. چی شد؟ کارگرا هم کارند؟ آره، کارگرا کارند، کارا کارگرند. تمام دنیا از ذرات درست شده، اتوبوس از مینیبوس بزرگتره، گوجه فرنگی قرمزه. من این تیکه رو لینک میدم به همون درس جانورشناسی، سر گله اینه. آها. گله پاسدارسالان گفتم، این سر گله شد. مثلا جانورشناسی از روی این تدوین کردن، تیره پاسدارسالان سر گله شد. و یادت چند وقت پیش این آخوند جوادی آملی صحبتی راجع به دریا و آخونده اینا کرده بود؟ بله بله دقیقا گفته بود اگر ظلم و بی‌عدالتی زیاد شود ملت قیام خواهند کرد و تمام آخوندهای حکومتی را جمیعاً به دریا خواهند انداخت. احسن، دقیقا همین. حالا پیشگوییش درست در اومده، یکی از آخوندهای حکومتی به نام فاضل جسدش تو ساحل جویبار کشف شده. پس به خاطر همین آخوندا به حول و ولا افتادن التماس میکنن بیاید حوزه های علمیه رو پر کنید، چون تو خشکی مثل که آخوند داره قحطی میشه. فکر میکنم این پیشبینی شروع شده. احسن، دقیقاً. یکیشون گفته که طلاب در فکر انصراف از حوزه علمیه هستند، زودتر فکری کنید. یکی دیگه شون هم گفته کاهش ورودی های حوزه علمیه انفعال در مقابل پروژه سکولاریسم است، یعنی کساد شده خلاصه داستان. نه تأثیر دریا و دریا زندگیه. اینا فکر می‌کنن که اگه اون پیشبینی آخوند جواد عاملی درست یه راه افتاده، دارن همه آخوندا رو می‌زنن دریا، می‌ترسن تو خشکی دیگه آخوند گیر نیاد. اتفاقا بعد باید برن سراغ حوزه‌های دریایی به جای حوزه‌های جهل و جنایت. گفت خشکی، یادم چند وقت پیش یه جوکی بود، چند سال پیش البته، میگفتن یکی از معجزات خمینی این بوده که تونسته سالها یه کوسه رو تو خشکی نگه داره، که منظورش رفسنجانی بود. ولی خامنه‌ای خراب کرد این معجزه دیگه، چون همون کوسه رو انداخت تو استخر غرقش کرد. دوباره انداختش تو آب غرقش کرد.
بسیار خوب، نوبتی هم که باشه نوبت کامنت یه جمله ایه. این توییت یا بهتره بگیم سوتی رئیسی رو با هم ببینیم. خط قرمز دولت مبارزه با رانت، مافیا و ویژه‌خواری است. دقیق گفته، درست گفته. خط قرمز دولت رئیسی و کل حاکمیت، یعنی اون خطی که بهش نزدیک نمیشن، همین مبارزه با رانت، مافیا و سوء استفاده است، چون هیچ چاقوی دستی خودشو نمیبره. کاملا درست گفته. یعنی معلوم شد که تیم توییتری رئیسی هم مثل خودش میسوه، همون هم کلاسیاش توی کلاس 6. یادت یه بار هشتگ زده بود از قاسم سلیمان، از رئیسی تعریف کرده بودم، من هشتگش این بود رئیسی جلاد 67. یعنی نمیدونه خط قرمز هم باید چجوری به کار بره. خط قرمز چیه؟ خط قرمز ما اینه که مبارزه کنیم با فساد. ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید. خبرها و کامنت های پیشنهادیتون رو برامون بفرستید. خدا نگهدار همگی. تا دیداری دیگر همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.